بنا به گفته هرودوت، آستیاگ پدر بزرگ کوروش شبی در خواب دید که از بدن دخترش آنقدر آب خارج شد که کشور ماد و تمام آسیا را غرق کرد. مغها خواب وی را چنین تعبیر کردند: فرزند دخترش روزی بر تمام آسیا چیره خواهد شد. سلام دوستان، وقت همگی بخیر. در این پادکست قصد داریم به زندگی کوروش کبیر بپردازیم، اینکه چگونه متولد شد، چگونه به قدرت رسید و چگونه از دنیا رفت. لطفاً برای حمایت سابسکرایب کنید. متشکرم. از این روی وی دخترش ماندانا را به یکی از بزرگان پارس به زناشویی داد. پس از تولد نوه‌اش وی خواب دید که تاکی از بدن دخترش ماندانا رویده و تمام آسیا را فرا گرفته. پس او فرزند دخترش را به یکی از بستگانش به نام هارپاگ سپرد و دستور داد که کودک را نابود کند. هارپاگ کوروش را به یکی از چوپانهای شاه به نام مرداد سپرد و از او خواست که نوزاد را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمه درندگان گردد. چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان از موضوع با خبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و به جای او فرزند خود را که تازه زاییده و مرده به دنیا آمده در جنگل رها کند. چوپان نظر همسرش را پذیرفت و جسد مرده فرزندش را به مأموران هارپاگ سپرد. خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت. هارپاگ هم جسد پسر چوپان را با اسمی دیگر در مقبره شاهی دفن کرد. سالها بعد، هنگامی که کوروش 10 ساله شده بود، روزی با کودکان بازی می کرد و کودکان کوروش را به عنوان پادشاه برگزیدند. کوروش در میان بازی دستور داد یکی از کودکان تنبیه شود. پدر آن پسر فردی با نام آرتمبارس نزد آستیاگ رفت. اظهار داشت که یکی از بردگان فرزند وی را چوب زده. کوروش را نزد آستیاگ فرستادند تا تنبیه شود. شاه با مشاهده کوروش و شباهت وی با افراد خانواده چنین سوءظن برد که مبادا او کوروش نوی خودش باشد. شاه چوپان را تهدید کرد که اگر حقیقت را نگوید شکنجه خواهد شد و وی حقیقت را بیان داشت. پس از آنکه شاه هارپاگ را هم احضار کرد، از وی پرسید: طفل دخترم که به تو سپرده بودم چگونه کشتی؟ هارپاگ با دیدن چوپان پاسخ داد که پس از آنکه طفل را به خانه بردم، خواستم طوری رفتار کنم که امر تو اجرا شده باشد و قاتل پسر دخترت هم نباشم. شاه گفت: حالا که طفل زنده مانده باید خدا را شکر کرد و ضیافت داد و از هارپاگ خواست به این مهمانی بیاید و فرزندش را هم با خود به همراه بیاورد. پس از آنکه هارپاگ را به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن تنبیه کردند، بدین ترتیب او را به دستور پادشاه برای صرف شام دعوت نمودند و بدون آنکه وی خبردار شود، گوشت بدن فرزندش را به عنوان غذا به خورد وی دادند. مدتی بعد آستیاگ بار دیگر به جادوگران و کاهنان روی آورد. از آنها سوال کرد آیا هنوز برای آن خطر از جانب نوه اش بترسد یا خیر؟ آنها پاسخ دادند: رؤیای شاه همکنون تعبیر شده است. برای آنکه کوروش هنگامی که با کودکان دیگر بازی می کرد به عنوان شاه انتخاب شد، بنابراین دیگر نیاز نیست از وی بترسید. پس از آن آستیاگ آرام گرفت و نوه‌اش را به پارس نزد پدر و مادرش فرستاد.